فرض کنید که الان ما هیچ مذاکره‌ای با اروپا و آمریکا نداشتیم، هیچ مذاکره‌ای با پنج بهزاد فکر نداشتیم، ما هیچ برجامی رو امضا نکردیم. اصلا برجامی وجود نداره. من به عنوان یک مسئول برمیگردم میگم اگر به من اجازه بدید، من با برجام کاری میکنم که تحریم ما برداشته شه، کاری میکنم که به ما قطعات هواپیمایی بدن و چرخه اقتصاد بچرخه. تو این فضای فرضی شما از اون آدمایی هستید که میگید به برجام اعتباری نیست، یا نه میگید با برجام خیلی از مشکلات ما حل میشه؟ و اگه برجام صورت نگیره مشکلات حل نمیشه، به نتیجه میگیرم بذار حداقل انجام بشه، شاید نتیجه بگیریم، بهتر از این حالت الانی باشه، شاید یه تأثیر داشته باشه. بالاخره همیشه مذاکرات بهتره تا جنگ و اینا دیگه. بالاخره چی بگم من؟ تو میگی با برجام مشکلات حل میشه؟ آره، اگه با برجام باشه مشکلات حل میشه، قطعا با برجام مشکل حل میشه. من اعتماد میکنم، من میخوام وضعیتم بهتر بشه، یعنی برجام بهتره، چون تو شرایط خیلی بدی قرار داریم. حل میشه به نظر من. من نظرم اینه که با برجام حل میشه. درست میشه با برجام، همه چی خوب میشه با برجام، درست میشه. آره، من میگم با برجام مشکلاتمون رفع میشه. خب حالا بیایم تو فضای واقعی. وای ظریف توی آمریکا تحصیل کرده و شناخت روشون داشته، واقعا خوب تونست برخورد کنه با طرفمون و خوب تونست صحبت کنه. قبلش هم مثلا قبل از مذاکرات هم باهاشون صحبت داشته، حالا تماس داشته باهاشون. الان ما چند سال برجام رو امضا کردیم، تعهداتمون هم کامل انجام دادیم، درسته؟ درسته. قبل از برجام دلار چند بود؟ 3 تومن. بعد از برجام؟ کنم 5 تومنه. نزدیک 5 تومن. 4900. قبل از برجام سکه چند بود؟ نمیدونم. 1 میلیون و 100 فکر میکنم. بعد از برجام؟ سکه 1 میلیون و 450 500. گوشت چند بود؟ 20 تومن. الان 50 تومن. شما قبل از برجام یادتونه به ما قطعات هواپیما نمیدادن؟ بله یادم. بعد از برجام؟ بازم نمیدن. قبل از برجام وضعیت کارخونه و اینا چجور بود؟ زیاد خوب نبود. خوب نبودن. الان چجوره؟ کلا تعطیل شدن دیگه. بازم خوب نیست. قبل از برجام تحریم بودیم. درست. بعد از برجام؟ فکر میکنم بیشتر شده، نشده. بازم هست. چرخه اقتصاد؟ اقتصاد. مثل قیمت دلار که تغییر کرد. بعد تحریماتی که برداشت نشد مثلا قطعات هواپیما یا روز چیزهای دیگه. قبل از برجام و بعد از برجام چه فرقی کرد برای ما؟ به نظر من هیچ فرقی که نگردیم، هیچ بدتر هم شدیم. هیچ فرق نکرد. ولی فرق خاصی که نکردم، نه هیچ فرقی نکرد. مثلا الان جمعه به جمعه میرن تو نماز جمعه میگن مرگ بر آمریکا. تو برجام مگه اومده مردم مرگ بر آمریکا نگن؟ نه 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 نه، اصلا کاری به این ندارم. میگم وقتی ما داریم به یک کشور توهین میکنیم، چطور توقع داریم که اونا به تعهداشون عمل خب کنن؟ خب دولت دکتر مصدق رو کی سرنگون کرد؟ من واقعا تاریخم ضعیفه. نه دولت آمریکا، درسته. کودتای 28 مرداد، اون موقع که ما مرگ بر آمریکا نمیگفتیم، چرا کودتای 28 مرداد انجام دادن؟ نمیدونم. شما خبر دارین که ما به تعهداتمون عمل نکردیم یا کردیم؟ اینو اطلاع دارین؟ بله. اگه عمل کرده بودیم الان حال روزمون این نبود که ما یه سری تعهدات داشتیم که حتی طرفای مذاکره کننده مجبور به اعتراف شده که ما به همش عمل کردیم. آژانس هسته‌ای هم مجبور شده تایید کنه که ما به همش عمل کردیم. من تعجب میکنم که شما چرا میگیم ما خیلیش عمل نکردیم. خب اونا میگن ما عمل کردیم. فکر میکردم که عمل نکردیم. آدم باید اعتراف کنه. آقا من اطلاع ندارم، یه حرفی زدم، درسته؟ خب حالا قبول داری از عدم آگاهی ما خیلی سوء استفاده میکنن، چه افراد داخلی چه خارجی ها؟ اینو قبول داری؟ بله. خب ما فکر کردیم خودمون هم یه مقدار کوتاهی کردیم، نظر خود شخصی، یعنی ما به تعهداتمون عمل نکردیم. تا جایی من اینجوری فکر میکنم، اون جایی که فردا که قرار بودیم برجام امضا بشه، ما آزمایش موشک بالستیک انجام دادیم. اصلا این جزء برجام نبود موشک. خب به هر حال نه دیگه، به این میشه بهونه جویی. بهونه جویی کردن دیگه. ما الان موشکامون هم کلا تعطیل کنیم. به نظر شما همون طرفی که همش دنبال بهونه است، یه بهونه دیگه جور نمیکنه؟ کجا میخواد ول کنه بهونه نکنه؟ اینا دنبال اینن که کشور ما رو مستعمره خودشون کنن. چه گیری وجود داشته؟ شاید قراردادشون محکم نیست دیگه. همیشه مذاکرات که نباید درست بشن. چطور نتونستن که قراردادی بنویسن که طرف مقابل ایجاب بشه به انجام اون کار؟ گیر اونجاست. من الان یه مسئول با جایگاه بالا میام به شما میگم که این وضعیت رو میبینید، یه برجام دیگه میخوام برم حلش کنم. نظر شما چیه؟ نه دیگه روا نمیخوام. من میگم نرو. یکی اینکه شما صلاحیتشو نداری، چون اگه صلاحیتشو داشتی برجام قبلی و لااقل تا یه جای پیش میبردی. یکی هم اینکه اون آدم آدم درستی نیست، نمیشه بهش اعتماد کرد.
اون دفعه بعدم میزنه زیرش. به نظر من ما 10 تا برجام هم همینجوری انجام بدیم باز هم همین مشکلات هست. اعتماد نمی. من الان تو صحبتات متوجه شدم که میگی برجام بعدی رو هم بریم انجام بدیم. درصد زیادی بهش نمیدم. چون هنوز مدل زیادی نگذشته. همین الان گفتی یا گفتی برجام بعدی رو هم بریم؟ گفتم ولی بازم میگم به خود بهش فکر میکنی میبینی نه. فکر نمیکنم اگه بخواد درست بکنه برجام اول درست میکنه. اگه الان جواب گرفتی که دوباره بری جواب بدی. آدم عاقل دوباره اصلا نیش نمیخوره دیگه. یه بار امتحان پس دادم از بریم. چه مذاکراتی؟ چه فایده ای داره؟ اون وقت اگه قرار بود خوب بشه که با هم اولیه درست میشد دیگه. خب اگه قرار بود حل بشه تا این برجام یک حل میشد دیگه. قبول نمیکنم. همین الان شما گفتی با برجام. بله میدونم ولی خب بالاخره این چیزی که به ما میگن گفتیم شاید بگیره دیگه چون الان اون راحت تونست ما رو تحریم کنه و به این وضع بکشه. شما اول گفتگو گفتی که برجام حلال خیلی از مشکلاته ولی الان کلا نظرتون عوض شد. چرا این اتفاق افتاد؟ من نمیدونم چرا اینجوری شد. والا چه عرض کنم؟ چون یه مقدار اطلاعاتم بیشتر شد. یه مقدار حالا ساعت اینی که چیزایی رو نمیدونستم. چون که اون واقع یه سری چیزای کوچیکو نمیدونستم من الان فهمیدم. خوب بود در صورتی که تحریم ها از بین میرفت، در صورتی که اقتصاد چرخه اقتصاد میچرخید. خیلی برام جالبه که اینقدر نظرت از اول تا الان اینجوری عوض شد. خب به خاطر اینکه میگم اطلاع نداشتم من. بعضی وقتا هم خراب میشن دیگه. به چه قیمتی؟ به جنگ. اونایی که رفتن مذاکرات کردن، رفتن گفتگو کردن و این بتون ریزی کردن، اونا دیگه باید جواب بدن. بعدش هم اونا هم جواب نمیدن، یعنی اونا هم نمیرن جنگ. تنها کسی که میره جلوی این جنگ رو میگیره مردم هم.